مثال برای شما میذارم که خیلی روشن باشه. ببینید، شما میایید میگید الناس مسلطون على اموالهم، انسان، هر انسانی سلطه کامل داره بر چی؟ هر دارایی‌اش خود. یعنی چی؟ یعنی شما اگر ماشین دارید، آیا کسی میتونه در ماشین شما تصرفی کنه بی اذن شما؟ میشه یا نمیشه؟ نمیشه. چرا؟ چون میگه آقا مال من، اگر میخواد تصرف کنه باید از من اجازه بگیره. تا اینجا مشکلی نداره. یخچالی داره تو خانه، شما اجازه میدید به هر کی بیاد از یخچالت استفاده کنه؟ اگرم میخواد استفاده کنه باید از شما چیه؟ اجازه اذن بگیره. چرا؟ چون این مال شماست، این خانه شماست، این ملک شماست، این دارایی شماست. حالا خیلی روشن بشه. شیر خشکیه که بنده میرم جمع میکنم از بازار، شیر خشک بچه های شیرخوار، درست؟ میخوام اینها رو جمع کنم، هرچی قدرت مالی هم دارم جمع کنم، اینها رو تو یک جا بگذارم، به مردمم نمیدم تا قیمتش از یکی به ده بشه. آیا حق دارم یا ندارم؟ چرا؟ مال خودم، نمیخوام بفروشم. اینجا بحث دیگه مربوط شد بشی؟ جامعه است. اونجایی که مال شخصی شما فردی است، شما میتونید بگید آقا ماشینمو نمیخوام بفروشم. کسی میتونه شما رو جبر کنه که اکراه کنه ماشین رو بفروشید؟ ها؟ نه. اما یه کاری میکنید که اونی که جمع کردید و احتکار کردید ضربه وارد میکنه به چی؟ به بقیه. دیگه اینجا اون مالیت شما، قدرت شما، تصرف شما به دست شما میمونه، از دستت میره بیرون؟ نه، حق ندارید. اینجا دولت وارد میشه، میگه این کار ضربه وارد میکنه به چی؟ به کل جامعه. شما حق دارید در اموال تصرف کنید تا اونجایی که ضرر به جامعه نرسد. چون اموال کما اینکه یک امتیازی حقوق شماست، مسئولیت هایم بر اون مترتب میشه. اون مسئولیت اینا ضربه به دیگران نخوره. متوجهید یا نه؟ پس ببینید، اگر شما مسئله رو از نظر بعد فردی بگیرید، شما حق دارید هر چی رو میخواید احتکار کنید احتکار کنید. کما اینکه فقه الان تو حوزه علمیه ما چیه؟ همینه. میگه آقا من میخوام، الان دیگه تو بازار هست دیگه، میرن طلا میخره، سکه میخره، میفروشه یا نمیفروشه؟ بازار رو چیکار میکنه؟ به تلاطم در میاره. دولت چیکار میکنه الان؟ میگه قاچاقه. چرا این کارو داره میکنه؟ چون الان سابقا شما میخواستید 10 دلار، 100 دلار، 1000 دلار، 100,000 دلار بخرید بذارید منزل، ضرری به جامعه وارد نمیکرد، کاری به شما نداشت. اما الانی که داره ضربه به جامعه وارد میکنه چیکار میکنه؟ جلوش میکنه. اون فقه، فقه چیه؟ فردیه. این فقه، فقه جامعه شناسیه، حوزه های علمیه. الان شما هر فقیهی برید بپرسید میگه آقا من میخوام فلان کار، مالم رو دارم تو میخوام جمع کنم نمیخوام بفروشم، حق دارم؟ میگه بله حق دارم. میگه مجبور؟ میگه نه آقا، هیچ کی نمیشون ما مجبور کن. لذا بعضی ها آمدن گفتن نه به عنوان اولی، به عنوان ثانوی، یعنی اصل جایزه ولیکن الان الجواب اگر فقه اجتماعی بشه از اصل جایز نیست. نه اینکه جایزه ولیکن به عنوان اضطراری شما چی؟ استثنائی میگید جایز نیست. هیچ جایز نیست اصلا در اون نگرش اجتماعی. اصلا این کار شما خلاف چیه؟ خلاف نگرش دینه. مطلب هم تونستم در... بس ببینید آقا، خانوم این مسئله که ما نگرش ما به حقوق زن، وظائف زن، مسئولیت های زن، آیا
جامعه شناسی برای تشکیل یک جامعه است یا چیه؟ یا فرد. این رو باید تشخیص بدید. اینی که گفتم کلیده برای همینه. شما اگه با نگرش فردی وارد شدید، خیلی از حقوق زن رو به زن نمیدید، میگید ضرورت نداره. چرا باید اینطور بره؟ اصلا چرا باید بره از خونه بیرون؟ میگه نمیگن الان خیلی ها. اصلا چرا خانوم برای چیه؟ خانس. این نگرش چیه؟ فردی است. اما اگر شما آمدید نگرش اجتماعی کردی، یعنی برای تشکیل یک جامعه، زن هم 50% این جامعه. شما بگید کار نکن یعنی چی؟ یعنی نصف جامعه رو چیکار میکنید؟ از تولید به تعطیلی میکشید. حالا شما حق دارید بگید پس خانوما چطور اداره بشه؟ میگم بگم روش دیگری دیگه میخواد. یعنی شما هم میخواید خانم کار بکنه، هم خانواده این اساس قوی بمونه، باید کارا یک نظامی طرح کنید که اینها با هم چی منافات پیدا نکنه. کما اینکه الان داره این کارا رو میکنن مجلس شورا. دیدید دیگه الان میگن خانم ها چون بچه دار میخوان بشن، باید 6 ماه بهشون چی بدید؟ مرخصی بدید. چرا این کارو داره میکنن؟ چون میبینن هم باید خانم این کارو بکنه، هم باید این کارو بکنه. پس ما یک قوانینی، یک نگرشی باید بکنیم که این حقوق همه رو حفظ کنیم. پس ببینید، برمیگردم، اگر شما میخواید یک جامعه اسلامی بسازید و جامعه رکن اساسش خانواده است و خانواده دو رکن مقوم داره، زن و مرد، شما باید طوری نگرش داشته باشید به خانم برای بنای کامل جامعه، نه حقوق فرد. حالا سوال، خانومی که دانشگاهی باشه و سطح فرهنگیش بالا باشه، این بیشتر بچه را بیشتر می سازد و یک نسل قوی علمی و فرهنگی می سازد یا بی سوادش؟ کدومش؟ با سوادش دیگه، درسته؟ حالا خانومی که میخوام بیرم بگم ات آثار این کلیدها چیه، خانومی که سطح فرهنگیش رفت بالا، دیگه احتیاج به قیمومت مرد 100% احتیاج داره یا 20%؟ لااقل هر تصمیمی که مرد میخواد بگیره باید با چی چطوری بگیره؟ چرا؟ چون سطح خانم خانوادم چیه؟ اومده بالا. اینطور نیست که هیچی ندونه بگه من آخر چطور با تو مشورت کنم که شما هیچ سطح فرهنگی نداری؟ اگر سطح فرهنگیش بیشتر از مرد نباشه، کمتر از مرد نیست. پس معنای قوامت الرجال و قوامونه دیگه اون معنای قدیم جامعه صدر اسلام پیدا نمی کنه که همه کاره تصمیم مال کیه؟ مرده. الان همه کاره به معنای مشورت بین چی؟ ها؟ زن و مرد. چرا؟ چون اون جایی که همه مرد همه کار شد، چون زن کاری نبود الا این که تو خانه رخت بشوره، غذا بپزه، بچه تولید کنه، چیز دیگه کاری دیگری داشت در صدر اسلام؟ اما الان چی؟ پس شما نمیتونید بگید آقا اون زمان اینطور باید این زمانم. شما بله برگردونید زنای این زمان را، خانوم های این زمان را به اون سطح فرهنگی، منم میگم اون حقوق مرد را همه چی دست کی باید باشه؟ دست. اما سطح فرهنگی و زن
الان در جامعه ما اونطوره یا بالا رفته؟ رفته. پس نمیتوانید شما بگید همه کاره کیه؟ متوجه مطلب شدید؟ مثال روشنتری دیگه میذارم. این چقدر اثر میگذاره؟ مثال روشنتری میذارم. این خانم وقتی سطح فرهنگیش رفت بالا کار میخواد یا نمیخواد؟ شما میگید باید معطل در جامعه نباشه، درسته؟ پس خودش هم میاره چیکار میکنه؟ کار میکنه. وقتی کار میکنه از نظر مالی استغنا و احتیاجش به مرد بیشتر میشه یا کمتر میشه؟ این نیازش کمتر میشه. وقت اونجا وقتی احساس کنه که مرد داره در خانه و در اداره خانه بهش زور میگه، چیکار میکنه؟ چون قانون اسلامی گفته همه کاره کیه؟ مرده. میگه از خونه نمیری بیرون. میگه تش پولتو باید به من بدی. هی بهش زور میگه. قانونم فرض کنید یا احکام اسلامی نگرش علمایی این حقو به کی داده؟ به مرد داده. این هی فشار بهش زیاد میاد چیکار میکنه؟ صبر میکنه یا طلاق میگیره؟ در قبل از 200 سال زن چیکار میکرد؟ چرا صبر میکرد؟ چون میدونست از خانه بره بیرون دیگه موردی داره که میتونه زندگی کنه یا نداره. باید چیکار کنه؟ لذا خانواده ها مادرها به دختراشون چی میگفتن؟ هر بل... بساز. بله. اما هیچکی به مرد نمیگفت باید چی؟ بساز. ابدا. اما الان زن احساس میکنه که آیا مجبور بسازد یا مجبور نیست. وقت طلاق چی میشه؟ ها؟ خط بیانیه طلاق چی میشه؟ هی میره بالا. پس ببینید داره شما یه قانونی پیدا میشه و اون این که هرچی سطح زن پایین میره، شما میرید الان جوامع دهات ها و فلان طلاق چیه؟ کمتر. هرچی نزدیک میشید به شهرها طلاق چی میشه؟ مشکل کجاست؟ چرا؟ الجواب زن احساس میکنه که مجبور نیست باید صبر کنه. همون مقداری که شوهر داره در میاره خودش هم چی؟ اصلا خودش هم داره خرج میکنه خانه. درسته یا نه؟ الان خیلی خانواده ها فقط مرد خرج میکنه یا زنم شریکه. خب چرا وقت باید تصمیم ها همش دست مرد باشه؟ پس شما باید نگرشتون رو در جامعه جدید، در جامعه جوامع نو، نگرشمون ما به مرد و زن چیکار کنیم؟ عوض کنیم. لذا آقایون آمدن الان دیدید خودتون دیگه، قبل چند سال آمدن 20 تا شرط برای مرد در عقد گذاشتن. دیدن چون اگه این شرط ها رو نگذاشه اساس و خانواده میمانه یا از من میپاشه. چرا این شرایط رو گذاشتن؟ چرا الان شرایط ضمن عقد میگه مرد الان میخواد ازدواج کنه چند تا شرطه؟ 20 تا 30 تا نمیدونم باید امضا کنه. چرا؟ چرا مرد نمیتونه بگه به زن من هر جا زندگی میخوام بکنم شما باید چی؟ قبول کن. میگه نه ابدا اینطور نیست، با توافق یا اینجا زندگی میکنیم یا میریم شهر دیگه. چرا؟ چون سطح فرهنگی زن آمده بالا. وقت عوض این که آقایون بیان نگرششون رو عوض کنن یک بازی شروط ضمن عقد درست کردن، یک بازیه. باید ما فرهنگ مرد رو درست کنیم، فرهنگ جامعه رو درست کنیم. بابا اون نگرش قبلیت بزن نگرش چیه؟ دیگه الان جواب میده یا جواب نمیده؟ اون نگرش جواب نمیده، اون برداشت از زن جواب نمیده. توانستم مطلب برسونم؟ پس شما وقتی وارد بحثای حقوق میشید باید این مسئله رو حل کنید. آیا نگرش شما در یک جمله، نگرش شما فردیست یا اجتماعیست، کلیست؟ اگر فردی باشه یک نگرش، یک احکامی، یک حقوقی میگید.
اگر جامعه شناسه باشه، جامعه شناسی یا اجتماعی باشه، یک نگرش دیگر. و عموم رسائل عملیه و نگرش فقهی و حوزه‌های علمیه نگرش چیه؟ جزئی و فردی. نه فقط بزن، به مردم همینطور شده. اینم کلید دوم. کلید سوم که اونم بهش اشاره کردم، لکنو الان یه مقدار بازترش میکنم. شما نگرش شما درباره حقوق زن فقط احکام فقهی است یا کل منظومه معرفت دینی است؟ کدومه؟ ببینید الان شما وقتی بیاید دین رو نگاه کنید، ببینید از سه رکن اساسی تشکیل شده. رکن اول که اون ازش تعبیر میکنید به اصول دین، یعنی چی؟ یعنی مسائل اعتقادی، یعنی جهان بینی، و اینا خود اینا اصله، اینا خودش اصله. لذا ازش تعبیر میشه به چی؟ به اصول. رکن دوم فقه که ازش تعبیر میکنیم به فقه اصغر، در مقابل اعتقادات که ازش تعبیر میشیم چی؟ به فقه اکبر. فقه هم چیه؟ یعنی باید این کار رو انجام بدید و نباید. همین رکن سوم که خیلی مهمه و کاملا در کل منظومه معارف فقهی ما و دینی ما محذوفه، مسائل ارزشی است، اخلاق، ارزش هاست. شما خیلی کارها از نظر فقهی بگی آقا جایزه، میگی جایزه، لکن از نظر ارزشی میگی لکن نباید این کار رو انجام بدی، نباید این کار رو انجام میدادی. میگیش یعنی حرامه؟ میگه نه حرام نیست، لکن اون کار اخلاق ارزشی نیست. این سه رکن منظومه معرفت دینی است: جهان بینی، فقه اصغر و ارزش ها. شما هر نگرشی درباره زن میخواهید داشته باشید، این سه رکن رو در اعتبار باید داشته باشید. اما اگه اینا رو از هم جدا کردید به جایی نمیرسید. لذا الان فقه ما فقه منهای اخلاق، ابدا هیچ ربطی به اخلاق نداره. لذا هم تو جامعه میبینید الان خیلی ها کارهای انجام میدن، میگه آقا دیگران واقعا ضرر میبینن. میگه به من چه؟ مگه من مسئولشونم؟ بگو آقا جایزه، حلاله یا حرامه؟ میگه نه جایزه، ولیکن ضرر میرسونه به دیگران. میگه ربطی به من نداره، چون نگرشش به مسئله نگرش حلال و حرامه، نه نگرش چی؟ انسان دوستانه باشه، انسانیت. این مشکل اصلی است که مبانی شناخت ما از زن و از دیگران همش بر اساس نگرش چیه؟ فقهی است. با اینکه دین یعنی فقه مساوی فقه نیست. این گفتم، من گفتم تطبیقات همون میشه. ببینید کل آیات احکام، خیلی ها گفتن بیشتر از 10% نیست تو آیات قرآن. یعنی شما با یک عینک 10% کل 90% چی؟ زیر سوال بردی. لذا الان شما ببینید نگرش فقهی اینطور میگه، میگه الان تئوری داعش همینه، میگه اونی که من میگم اسلام است،
اونی که حرف من رو قبول ندارد چیه؟ کافر و مرتد است. چیکار باید بکنم؟ سرش رو ببرم. همین منطقه هم شما داره میگید. همه جوامع اسلامی این حرف رو میزن. میگن کشورهای ما دار و سلامه. دار الاسلامه. کشورهای مسلمان نیستن چیه؟ دار الکفره. یعنی چی دار الکفره؟ به نظرتون معناش چیه؟ نسبت به اعتقاد نه 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 احکام فقهیشو میخوام بگم. یعنی نه جانش، نه مالش، نه ارزش احترام داره. اینم کلید سوم.